البته در یه جای شک نیست که مذاکرات صلح به هر صورت، یعنی از طرف هر جانبه که با نیت صادقانه برای آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره قابل تقدیر است. اما در مذاکرات صلح باید بین طالبا و حکومت افغانستان صورت بگیره که در اون مردم افغانستان اشتراک داشته باشن. مهمدار ما طرفدار اشتراک وسیع مردم هستیم، به خصوص اشتراک معنادار زنان و اشتراک قربانی ها در پروسه صلح، به خاطر از اینکه ما در صلح اگر قرار باشه که حق قربانیاره و دسترسی به عدالت و حقوق بشر نادیده بگیریم، او به صلح پایدار نمی انجامه. به این خاطر است که ما طرفدار ازی هستیم که حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان یک طرف مذاکره باشه با اشتراک قربانی ها و زن ها و مردم افغانستان. مشخصا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر، از زمانی که آقای خلیلزاد گماشته شده چندین دور سفر داشته به منطقه و به افغانستان، ولی هیچ دیدار با اجماع زنان نداشته. فکر میکنین که مسئله زنان و مسئله حقوق بشر چقدر میتونه مهم باشه برای طرفهای مذاکره کننده، و اگر این مسئله مد نظر گرفته نشه این صلح میتونه پایدار بمانه و زنان افغانستان در برابرش خاموش بمانن؟ امور رقمی که شما گفتین، اگر قرار باشه که ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنها به عنوان نصف نفوذ جامعه افغانستان در نظر گرفته نشود، این ادعای صلح نیست. به خاطر از این، به مجرد که ما ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان نادیده بگیریم، هر طرفی که باشد، چی طرف حکومت، چی طرف امریکا، چی طرف طالبا، معنایش این است که ما طرفدار یک صلح پایدار نیستیم، یک صلح جامعه در افغانستان نیستیم، طرفدار یک تقریبا یک دیل سیاسی کوتاه مدت هستیم که باز مشکل افغانستان حل نمیکنه. خانم سمر، اگر قرار باشه که این مذاکرات به موفقیت بانجامه و طالبا بیاین وارد نظام و سیاست افغانستان شوند، در کنار دیگر ناقضین حقوق بشر اینا هم قرار میگیرن، واکنش شما چی خواهد بود؟ البته به می خاطر است که ما میگیم که حداقل مشکل یا حق قربانی ها در نظر گرفته شود. اگر قرار باشه که ما طالبا را بدون هیچ گونه پاسخگویی حداقل اینا به درد و رنج مردم افغانستان زان نکنه و معذرت خواهی نکنن، مشکل افغانستان متاسفانه دوام پیدا میکنه. اگر طالبا بپیونده با مذاکرات صلح و بیاین از مردم افغانستان و از قربانی های افغانستان معذرت بخواین و مردم افغانستان رو ما باید تشویق بکنیم که به عوض انتقام گیری عفو بکنن، یک گپ خوب است که امکان زندگی با تسامور در افغانستان مساعد می سازه. شما اخیرا به عنوان عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل در امور صلح تعیین شدین. اولا قوی موفقیت برتان تبریک میگم. فکر میکنین که از این طریق چقدر میتونین برای تامین صلح عادلانه در افغانستان کمک بکنین و کار را انجام بدین؟ تشکر. البته یک دستاورد است بر مردم افغانستان و خصوص بر زنای افغانستان. به این خاطر است که من امیدوار هستم ما واقعا بتونم با توانمندی کمی که دارم مفید واقع شوم در رابطه با آوردن صلح در افغانستان، ولی تاکید میکنم که من در اونجا باشم یا نباشم ارزش های حقوق بشری نباید نادیده گرفته شده. پیام شما برای طالبان چی هست به عنوان فعال حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان؟ پیام ما به طالبایی است که از کشتن خودشان و از کشتن مردم افغانستان دست بکشن، بیاین در مذاکرات صلح اشتراک بکنن و در پروسه های دموکراتیک تا حالا در مردم افغانستان با دستاوردهایی که داشته در این پروسه اشتراک کنن. خدا کنن که اونا رای مردم را ببرن و به عنوان رئیس جمهور یا هر چیزی که رئیس پارلمان یا هر چیزی که مقرر میشن با احترام به حقوق مردم، با احترام به برابری، به خصوص به برابری زن و مرد در افغانستان، به زندگی مدنی بپیوندن. در میان کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری 1398 نامزد هستند، یک تعداد از چهره هایی هستند که ناقض حقوق بشر هستند. حضور چنین کسای با عنوان نامزد ریاست جمهوری نشانده هنده چی است و چه پیام را میرسانه؟ و یا نظام افغانستان میتونن اینا را از خود برانه بگونه؟ سیستمی را که
انتخابات افغانستان یا قانون انتخابات در افغانستان ساخته، امکان از اینکه افرادی که بسیار واضح و روشن و متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری است که از لیست کاندیداتوری بفتن. در غیر از او هم ما به عنوان یک شهروند توقع می است که مردم افغانستان از رای خود به عنوان محکمه استفاده بکنن و پاسخ بسیار سریع برای ناقضین حقوق بشر بتن که بس است که دیگر فرمانروایی بر حق مردم و بر مردم افغانستان نکنند.